خب با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، یک چند هفته‌ای نبودیم، این هم بنا به درخواست شدید دوستانی که فکر می‌کردن اگر افرادی مثل ما نباشند در رادیو تلویزیون‌ها، جنبش‌های اونها پیروز میشه و حقیقتاً ما رو یا افراد مثل من رو صدی سر راه خودشون میدیدن یا دستاندازی در اون جاده‌ای که اینها میرفتن. ما رفتیم چند هفته استراحت و تحقیق و این ور اون ور تماشا و بعد به این نتیجه رسیدیم که اصلا مهم نیست که ما باشیم یا نباشیم، این دوستان به جایی نمیرسند. اجازه بدیم من این تاریخ و اینها رو را بندازم برای شما. یک لحظه اجازه. بله، از افکت 2 یا 3 شروع کنیم، بیایم به 4 و 5 و 6 و 7 و 8. این کارا رو باید قبلا انجام میدادم، ولی امروز متوجه شدم وقتی که یک کاری رو هر روز انجام نمیدی چقدر مشکله. به قول معروف اون چیزی که میگفت کار نیکو کردن از پر کردن است، معنیش همینه. در هر صورت این شماره تلفنی رو که میبینید 202-695-2573 در تمام ساعات شبانه روز از تمام نقاط دنیا میتونید تماس بگیرید. حتی اگر میخواین که مجانی باشه، همین شماره واتساپ هست و میتونید به اون وسیله به اصطلاح با ما تماس بگیرید. اجازه بدید من باز روی فیسبوک این برنامه رو با دوستانی که ما رو از مردم تیوی عجب ما رو شق شق کردن، میگو نیمیم زه نمیدونم خوزستان، نیمیم زه هندوستان، ما اینجوری شدیم. حالا هر کدوم یه جایی یه فایل یه نفر برام میفرسه، میگه این رو تلگرامه، میرم رو تلگرام، اونجا می‌نویسه نه این کار نمی‌کنه، اینجا رو واتساپ بوده، لینکشو اینجا گذاشتن. خلاصه روزگار غریبی شده. من اینجا با اجازهتون این رو شیر کنم با حالا اینجام روی پیج نمیده، می‌نویسه گروپ. خب حالا روی یک گروپی میذاریم، ایرانیان خردمند با تفکرات گوناگون. و خلاصه ما به این نتیجه رسیدیم که دوستانی مثل آقای رضا پهلوی یا خانم رجوی و اون خود رجوی که ازش خبری نیست، اینا فقط دنبال بهانه میگردن که یه روز بگن این دست انداز شد، یه روز بگن اون مانع حرکت ما شد فلان، و خودشون حقیقتا نمیتونن، برنامه ای ندارن، هدف دارن. همه هدف ها هم زیباست، چون روزی که هدفاشونو گفتن همه از آزادی صحبت میکنن، همه از خوبی، صفا، صلح، دوستی صحبت میکنن، این تا موقعی که قدرت نگرفتن ناگفته نماند. متاسفانه یه گروهای همین الان هم که قدرت ندارن به دیگران زور میگن، فوش میدن، تهمت میزنن و الی آخر. یک نگاهی بندازیم به اصطلاح اون چیزی که در فیسبوک در جریان، در لینکدین در جریان، در توییتر در جریان، حالا اینستاگرام و کلاب هاوس و اینا پیشکشتون، همین چند تا رو گشتی بزنید ببینید چه خبره، چقدر به هم فحاشی میکنیم، چقدر به هم تهمت میزنیم و همه هم فکر میکنن عقل کل هستن، دیگران هیچی نمیفهمن. من فکر کردم که هر وقت برنامه دارم یه نگاهی داشته باشیم به اخبار، اون چیزایی که دیگران نوشتن امیدواریم مستند باشه و من هم نظر خودمو بگم، شما هم نظر خودتونو بیا بنویس، شما مثلا نظر خودتو با تلفن زنگ بزن بگو ما پخش میکنیم، شما نظر خودتو با ویدیو تهیه کن بساز ما پخش میکنیم. خب من نمیدونم چجوری حالا بعد این مدت به دوستان بگم که ما هستیم و زنده هستیم و شما هم بیاین. آن شیر نه، آن مردم تیوی، اوکی اینجا شیر کردیم. شما هم لطف کنید اگه این برنامه رو میبینید، حتی در موقع بازپخش یا موقعی که برای خودتون تماشا میکنید با دوستان خودتون شیر کنید. بعضا گفتم که
یه وقت ببینید شما با یه دوستی شیر میکنید که اون ده ها هزار نفر روی وبسایتش هستن. یه خانمی هست به نام ایشون هم اسمش گذاشته کتی، ما گیج بودیم دیگه گیجتر شدیم، خاطره نورشید. من چند بار هم قبلا با ایشون مصاحبه کردم، ایشون هم خیلی زحمت میکشه رادیو جوانان امروز رو با تمام اون امکاناتی که نیست کم هست به اصطلاح چند سال الان راه انداخته و نگه داشته، ولی بیننده های یوتیوبش اونم مثل ما چند هزار نفر یا اینا نیست. اگه شما لطف کنید برید ببینید به نام کتی نورشید یا رادیو جوانان امروز. و همین ماجرای رادیو جوانان هم یادم چند مدت پیش اون آقای چیه که مجله جوانان رو داره با من تماس گرفت گفت آقا ایشون اسم من رو دزدیده. گفتم بابا شما کجا به ثبت رسوندی رادیو جوانان امروز؟ گفت نه من مجله جوانان. گفتم مجله جوانان چیکار رادیو جوانان داره؟ در صورت من صفحه ایشون هم نشون میدم، شما هم اگه برید نگاه کنید و باهاشون در تماس باشید. و فقط کافی نیست که در تماس باشید، گاهی وقتی این صفحات رو برای دیگران بفرستین. این یکی از مشکلات ما که اسمای زیادی مینویسیم اینجا همینه که طرف نمیتونه پیدا میکنه. الان من رادیو جوانان امروز رو روی یوتیوب، البته ایشون برای من فرستاده لینک ها رو، ببینم میتونم از اونجا پیدا کنم به شما نشون بدم. فیسبوک من را مثل دو سال ویدیو های یوتیوب هم توسط چاپروس الانگ بلوک فیسبوک من را مثل دو سال ویدیو های خب I don't know. پس چی کار کنیم آقای چمنا را؟ در هر صورت بعد از برنامه براتون لینکش رو میفرستم. من یه دونه از این ویدیوهای این خانم نورشید رو برای شما بذارم دوستان که شما با صفحه ایشون آشنا بشید. بله مثلا اون ویدیو رو که گذاشتم رفت روی فیسبوک ایشون و صفحه فیسبوک ایشون رو بذارید اینجا براتون. یه مدت کار نکردم با این پروگرام ها، چقدر تنبل شدم و یادم رفته کجا به کجاست. ببینید من این روی صفحه فیسبوک که زدم این آمد، الان به شما نشون میدم کامرای دو. بله نگاه کنید اینجا نوشته رادیو جوانان امروز، ولی توی قسمت انگلیسیش نوشتن JEER رادیو، یعنی لابد جوانان امروز. نمیدونم بعضی کارها رو خودمون مشکل میکنیم برای بیننده ها، بعدم گله میکنیم که بیننده ها ما رو نمیان ببینن. نگاه کنید حکم حبس ابد حمید نوری و تبعات آن در روابط بین ایران و سوئد. این حالا میریم روی ویدیوی ایشون، زحمت میکشه ویدیو درست میکنه و اینها. حالا اینجا دوباره با همون اسم JEE رادیو پرژن رادیو، ببینید آخه من نمیدونم، حالا اقلا با فارسی اینو بنویسید مقابلش JEE رادیو پرژن رادیو، چند تا رادیو، یه رادیو اینجاست یه رادیو اینجاست، تازه همش رادیو رادیو، بعد میبینیم ویدیو هست. بماند در صورت من چون اگه اینو نشون بدم، ببینید مثلا ایشون 43 تا ویو گرفته اینجا، که اینو گذاشتن تاریخشم سه ساعت قبل نوشتن پریمیر. این راجع به همین حمید نوریه که بهش حبس ابد دادن. حالا اگر خواستید و نتونستید پیدا کنید صفحه ایشون رو، با من از طریق فیسبوک تماس بگیرید، من براتون آدرس و یوتیوب و صفحه وبسایت و اینا رو براتون میفرستم. در صورت سعی کنید دوستان چیزها رو آسون کنید، ما سعی کردیم آسون باشه. مردم تیوی دات کام تازه با همین آسونی دوستان براشون سخته، حالا دیگه اسمای مختلف اندرلاین نقطه فاصله اینها
مشکلتر و مشکلتر میشه. و اما چه خبر از ایران، چه خبر از دنیا؟ دوستان یه چی بهتون بگم، ولی یه کم صبر کنید. این مایه افتخار نیست که آقای بایدن وقتی در عربستان صحبت میکنه ایران و چین و روسیه رو توی ردیف بذاره، ولی از طرفی نشون میده که ایران یه قدرتی شده جلو اینا وایساده. البته به این آخوندهایی که تو ایران هستن یکی باید بگه حالا گیرم شما شدی مثل کره شمالی، گیرم شما شدی مثل چین، گیرم یا برفرض شما شدی مثل روسیه. خب این چیه؟ مردمت وقتی رفاه و آسایش ندارن، نگران نان شب هستن، من نمیدونم حالا شما هرچی میخوای اسلحه داشته باشید. یادتونی شوروی چقدر اروپا تروب داشت ریخت رو؟ و این ماجرای، اجازه بدیم باز از پتیک عزیز تشکر کنم که میتونم بگم تنها کسی که این مدتی که من برنامه نداشتم با من در تماس بود همین دوست خوبمون آقای پتیک بود. البته آقای اکبر اکبری خب اون روشش یه جور دیگه است، برای خودش فیسبوک میذاره، شما میری نظر می‌نویسی، اون جواب میده. یا آتیلا آریا باز توی فیسبوک چیزای خیلی قشنگ و خوب میذاره. هر کی اینجوریه. من حالا تصمیم گرفتم این بار اولا از کسی دلخور نشی، چون یه فیلمی هم هست توی مردم تیوی براتون میذارم نشون میدم به نام سیکرت. سیکرت میشه مثلا راز بگی، سر مگو بگی. این برای شما توضیح میده که شما هرچی انرژی تو در راه منفی استفاده کنی هم خودتو اذیت میکنی، هم دیگران رو اذیت میکنی، هم به هیچ جا نمیرسی. ولی هرچی انرژی تو مثبت باشه هم نیرو میگیری، هم اطرافیانت اذیت نمیشن، همه اگه قرار باشه به جایی برسی به جایی خواهی رسید. و اما من با خودم قرار گذاشتم در تلویزیون مردم که دوباره شروع کردیم این بار، حالا یا 24 ساعته یا هر وقت برنامه بود، هر کسی کاری رو که میخواد انجام بده فکر میکنه خوبه بیاد از خوبیای اون کار بگه، هیچ کاری به دیگران نداشته باشه. آقای چمنارا، شما فکر میکنید قانون اساسی نوشتن و پخش کردن و به اصطلاح مردم رو تشویق کردن که برن بفهمن خوبه؟ این کار رو ادامه بده. آقای ایکس، خانم ایگریک، شما فکر میکنید اون برنامه‌ای که دارید خوبه؟ شما اون کار رو بیا تشویق کن. و قرارمون بر این باشه که از هیچ کسی حتی کسایی که مردم میدونن بدن بدی نگیم. اگه مردم میدونن بدن که دیگه شما داری وقت خود تلف میکنی. اگه نمیدونن بدن وقتی شما میگی، به جایی که اونا بیان به خوبیای شما توجه کنن باید برن دنبال بدیهای اون طرف. باورتون میشه این دوربین رو گذاشتم اینجا، اون پنکه نو خریدم، $30 یه پنکه نو خریدم، حمایت یادتون نره، از تلویزیون مردم به وسیله پیپل میتونید حمایت کنید. اون وقتا روی صفحه مردم تیوی گذاشته بودیم، ولی الان مردم تیوی رو مستقیم میفرستیم به فیسبوک اینها، شاید اونجا بتونم یه جوری لینک پیپل رو بذارم. ولی اونایی که میخوان کمک کنن، واقعا یه دوستی چند روز پیش برای من نوشت که آقا یه بیل برای ما بفرست. گفتیم بیل برای کسی میفرستن که براش کاری انجام داده باشن. گفت نه، شما همین زحمت میکشی اینا، یه بیل برای ما بفرست. گفتیم چشم، فرستادیم. بعد برامون نوشت که هر کاری میکنم این پیپال نمیذاره. حتی یه دوتا نوار که داره با اینا صحبت میکنه، آخه خانم پیپال ما میخوایم $50 $100 به یه نفر کمک کنیم. سالها این کار انجام دادیم، نه اون دزده، نه ما دزدیم، نه اون تروریسته، نه ما تروریستیم، شما چرا نمیذارید؟ خلاصه ایشون دیروز لطف کرد و نوشت که ما حالا فرستادیم، ولی من نگاه کردم توی قسمت ویزای وایسا بغل بود، یا پندینگ. خلاصه این از این. به یه دوستی من میخواستم کمک کنم، گفت که شما برای چی میخوای به من پول بدی؟ گفتم هر کسی خواست به شما پول بده سوال نکن. البته حق با ایشونه، این روزا خیلی مشکله. مثلا اگه یه کسی برای شما پول بفرسته فردا
شما یه جنایتی انجام بدی، یه کاری انجام بدی، اون بنده خدا هم ممکن شریک جرم بشه که چرا فرستاده حالا باید بیاد چی میگفتن، نمیدونم خر بیار رو نمیدونم نخاله بار کن یا باقاله، باقالی ما شیرازی هم میگیم باقله، باقله بار کن. بگذاریم برگردیم به این اخبار و اینها که گذشت و پتیک بعد از این لطفایی که همیشه به من داشته و در تماس بوده و اگه مقاله خوبی بوده، یه موضوعی بوده، یه چیزی یاد گرفته و منم یاد داده، امروز یک ویدیویی برای من فرستاد، خیلی جالب بود. جالبتر این که این ویدیو یه آقایی به اصطلاح توش صحبت میکنه، الان بهتون نشون میدم ویدیو رو. بیام اینجا، آقای پتیک مهدسیان، این دوستان ارمنی میدونین همشون آخر فامیلاشون به یه جوری اینجوریه، مهدسیان اینها رو اینم یه روز بپرسیم ازشون چرا. خب این ویدیو هست دوستان، چگونه روسیه پس اینم صدای این آغاز که چگونه بذارید، این یوتیوب یه اشکالی که داره اون تصویر اولی رو فوری نمیذاره حتی 5 ثانیه باشه. مثلا این آقا زحمت کشیده یه عکسی گذاشته روش نوشته که چگونه آمریکا پوتین را به وجود آورد. بعد خیلی جالب بود برای من این آقایی که همیشه با مدرک، با استناد به فیلم و عکس و اینها برنامه‌هاش اجرا میکنه و برنامه‌های خیلی خوبی داره، اصلا حس کردم یه وحشتی داره از من و شما به عنوان بیننده. هی میگه اینو من نمیگم، ما اینو فلان پروفسور گفته، اینو من نمیگم، ما اینو این آقا میگه. در صورت پتیک عزیز، به خاطر اینکه این ویدیو خوب برای من فرستادی و من بخوام از شما تشکر کنم، این ویدیو رو روی فیسبوک گذاشتم، روی فیسبوک خودم گذاشتم، روی صفحه توییتر گذاشتم، روی لینکدین هم گذاشتم و نوشتم این ویدیو برای دوستانی است که فکر میکنن میشود به آمریکا اعتماد کرد. دوستان، دیروز آمریکا بعد از دوست عزیز، الان من روی برنامه زنده هستم، اگه میخواین شما صحبت کنید، اگه نه بعد از برنامه با هم تماس بگیرید. شما همیشه صحبت کردم، بله شما رو میشناسم، میتونم بعد به شما که تلفن بزنم، یعنی یه ساعت دیگه زنگ بزنید، ولی الان اگه صحبتی دارید در رابطه با اوضاع ایران، دارم راجع به آمریکا صحبت میکنم که آمریکا قابل اعتماد نیست. حتی دیروز توی عربستان این پسر نادان، این چیز سلمان، به این گفت سلمان. که بله، گفت شما ببینید تو عراق چه کار کردید، توی افغانستان چه کار کردید، و داشت این بهش میگفت یعنی تو جنایتکاری، اون میگفت شما هم خیلی پاک و مبرا نیستید و اینجوره. حالا امروز، بله امروز هم این آقای فرید زکری با رئیس جمهور عراق صحبت میکرد و رئیس جمهور عراق بهش میگه که شما ببینید اون موقع اینا چند نفر بودن، ببینید چه بلایی به سر شما آوردن، طالبان و بن لادن و القاعده رو میگفت. گفت الان تمام افغانستان اینا هستن، شما باید اینا رو راضی کنی، شما باید اینا رو گرسنه نگه نداری، سیر نگه داری. من در رابطه با اوکراین و روسیه هم دارم صحبت میکنم و این ویدیویی رو که الان دارم به دوستان معرفی میکنم، چگونه آمریکا پوتین را به وجود آورد، ثابت میکنه که اگر پا روی دم پوتین نذاشته بودن، پوتین داشت حتی به اینا میپیوست. پوتین به آقای جورج بوش گفت که ما میایم کمکت میکنیم که بریم تروریستا رو پیدا کنیم، ولی هی اینا زدن تو سرش، گفتن شما بازنده هستید و ما نمیخوایم پدرتون رو در بیاریم. اینم حالا اومده جلو گفته که قولایی که دادید زیر پا گذاشتید. من اگر شما چند دقیقه صحبت کنید خوشحال میشم، چون قبلا با شما صحبت کردم، شما رو میشناسم، سالیان دراز هست که برنامه ها رو میبینید و نظراتتون رو هم میدونم. اگه دوست دارید الان صحبت به تلفن واتساپ هم بهتون دادم که کمی هم شما غور زدین و اینا. بله بله، ولی خب ابلت شما حق دارید بگید به ما دیگه. شما لطف دارید،
بله بفرمایید. می گفتید چرا تو نمیگی فلان حرفا؟ من اولش شو شو سر می گفتم من این خانه اون تو به نام ارادتمند و آخرش چیز میکرد یادم. بله ارادتمند. بله خوشماس. و این بزرگترین اشتباه آمریکا این بود که سگ خوابیده رو بیدار کرد و پارو دومش گذاشت به قول معروف با درست کردن این به اصطلاح ناتو در نزدیک مرز شوروی. و این مردک هم که دیگه زده سیم آخر رو داره ملت خودش رو بسته به توپ و توپنگ و داره داغون میکنه. ولی ببینید این گفت این میگه شما ناتو رو به وجود آوردید برای چی؟ برای که جلو شوروی وایسید. الان که شوروی نیست، الان که شوروی نیست. بعد با هم با وجوده میرن و هی میرفتن دم تو لهستان پایگاه درست کردن. بعد حالا میخوام تو اوکراین پایگاه درست میکنم. اوکراین هم قلب روسیه است در حقیقت، به محل درآمد روسیه است. قلات نصف دنیا از اونجا میاد. از اون گذشته سوئیسی که تو جنگای اول و دوم و همیشه بی‌طرف بوده، اونم آوردن الان داخل ناتو کردن. و واقعا اینا یه کاری کردن که خیلی قشنگ شما گفتید. شما گفتید سگ خوابیده رو بیدار کرده. بله بله جناب این آمریکایی‌ها قانون اساسی خوبی دارن، دموکراسی هم دارن، ولی شعور و چیزشو ندارن. یعنی تکامل پیدا نکردن. هنوزم آدم کشای بیرم اونجا هستش که سیاهای بدبختی که خودشون رو بردن اونجا استثمارشون کردن میزنن میکشن دیگه، خودشون نمیاد. اینا آدم های بشر دوستی نیستن. اینجا ما باید به سیاه پوستونه احترام بذاریم، باید بذاریم طوری. اگرم بعد اون میاد اصلا به روم نه، اصلا هیچ کسی به روش نمیاره که من جا خارجی هم اینجا، برای اینکه این قدغنه. تو باید حق من و حق اون هم برادر. این قانون اول تیتر قانون اساسی آلمانه که شرافت زنی محفوظه در هر صورتی. باید شما همیشه احترام به اون فرد بذاری. الان اینا آلمان هم ریختن به هم، آلمان هم ریختن به هم، اروپا هم ریختن به هم از طرفی این مش... بله بله. من ممنونم از شما که تماس گرفتید. یه ساعت دیگه با هم دیگه صحبت کنیم. من 30 دقیقه 45 دقیقه برنامه میذارم، بعد با هم صحبت میکنیم. میخواستم فقط بپرسم از آقای لادن که برنامه داره و فلان حرفا. آقای لادن هفته قبل باهاشون تماس گرفتم، 2-3 روز پیش هم باهاشون صحبت کردم. ایشون من میخوام ازش قول بگیرم که دوباره بیاد و با ما باشه و با شما دوستان هم صحبتی داشته باشه. بله. فقط یه سوال کوچولو که دیگه مزاحمت نشم، شما آرشیو آقای لادن رو دارین که من اگه بشه برای من بفرستین؟ چون یه مسئله بود راجع به خود آمریکا و نفوذ اسرائیل در آمریکا که نمیخوام برای دوستانم بفرستم، از این گشتن پیداش نکردم. اگه لطف کنید با ایمیل با من تماس بگیرید، info@mardomtv.com، اونجا بنویسید که آرشیو ویدیوهای آقای لادن رو میخوام، من براتون میفرستم. خواهش میکنم، این کار میکنم. ممنونم. چشمم هم با هندیم چیز میزنم، چون لپتوپ هم انا زیاد توی کارش درست نیست. باش ممنونم آقا. به قول خودتون آلمانی ها ویدزن. بله ویدزن. اوکی عزیز، مرسی. لطف کردی، لطف کردی تماس گرفتی. خب دوستان عزیز، این آقا که توی برنامه قبلی می اومد با نام ارادتمند، سال هاست با من تماس میگیره روی برنامه و اینها. و خب این سیستم ها که عوض میشه، مثلا ایشون یه دفعه با واتساپ با من تماس گرفت و من گفتم خب بد نیست بابا یه اسمی فامیلی هم بذاریم و اینها. میدونید این دوستان فکر کنن چون صحبت کردن و اینها دیگه ما همدیگر رو میشناسیم، ولی حقیقتا خب ما از اینجا نشستیم جلو نور و جلو دوربین، شما ما رو میشناسین، ولی من اگه شما رو تو خیابون ببینم نمیشناسم. خیلی ها میگن آقا من نمیشناسی، میگم نه من قبلا شما رو دیدم. میگه نه، البته ایشون رو دیگه الان میشناسم چون بعدا به من اسم دادن، فامیل دادن و روی واتساپ الان که زنگ میزنن اسم و فامیل همه چشون هست. ممنونم از تماسشون.
دوستان، این ماجرای فن آوریه. آها، خاطره نورشید رو گفتم که ایشون با انگلیسی اسمش به نام کتی نورشید هست و رادیوشون هم رادیو جوانان امروز. برید صحبت کنید. و اما نظر شما راجع به این که مثل میزنم مادری مادر بزرگی روسری میپوشه، بدون روسری هیچ کس به غیر از فامیل درجه یک ندیده ایشونو، ولی توی مهمونی جشن تولد، احتمالا جشن تولد خود اون طرفه، خب بدون روسری راحت هست، نوهاش بچه‌هاش عکس میگیرن و میذارن رو فیسبوک. نظر شما در این مورد چیه؟ به نظر من این کار ناپسندیه، مخصوصا اون خانواده، اون میگیم خانواده درجه اول، خانواده درجه اولی که میدونن مادرشون اینجوری معذبه اگه کسی بدون حجاب ببیندش. تبلیغ حجاب نیستا، میخوام بفهمید منظور من چیه. تبلیغ روسری نیست، تبلیغ اینه که اون یه چیزی رو دوست داره، شما بهش احترام میذارید، هیچی بهش نمیگید تو خونه، ولی عکسش رو برمیداری میذاری رو فیسبوک. به نظر من این کارو نکنید. اینجا نوشتم عکس های فیسبوک مادر و مادر بزرگ ها با روسری، بی روسری. و اما یه عکسی هست از لندن، حالا که راجع به روسری و بی روسری و اینها صحبت میکنیم، من اینو بهتون نشون بدم. لندن، و ببینید همون دنبال اون چیزی که بهتون گفتم، از صبح تا شب وقتی توی فیسبوک و اینها دور میزنیم چه چیزهایی که میبینیم، چه چیزهایی که میخونیم، و باز دوباره برمیگردیم آخر شب هممون همونی که بودیم هستیم، هیچ کدوم معمولا عوض نمیشیم. توی این عکس خانمی به نام مهناز پسندیده نوشته اینجا ورودیه برند تو لندن. این ماجرای برندم، میدونید ایرانی ها از هر چیزی برای خودشون یه چیز دیگه درست کردن، حالا مثلا گوچی یا اون نمیدونم، اینا اسمشو میگن اینا برند، نمیگه مثلا فلان فروشگاه، اینجا ورودی برند تو لندن، یا اینجا ورودی یه برند تو لندن. بعد هموطنامون فیلمی بیهجابیشون رو میفرستن واسه شبکه من و تو. خب چون شبکه من و تو لندنه، این خانم به این نوع اعتراض کرده، میگه که ولی هیچ ربطی من نمیبینم. اون میتونه عکسای بیهجابیش رو بفرسته، اینا هم میتونن. اتفاقا تو عکس اگه دقت کنید یه خانمایی با حجاب و اینا دارن خرید میکنن، این ورم یه خانمی دستش لخته، سینش لخته، یعنی سینش نسبتا بازه. ببینید این خانمه رو من دارم میگم اینجا، و اینم این خانمه، اونا اومدن خرید کردن. خلاصه در دنیای زندگی میکنیم که انقدر تناقض توش وجود داره که آدم نمیدونه چه کار کنه و به اصطلاح به چه سازی برخصه. من در هفتهی که گذشت در دو تا مراسم ختم و یادبود و دفن و اینا شرکت کردم که یه مقداری آدم اونجا به خودش باید فکر کنه که همه این زندگی برای چیه. این همه میدویم، این همه تلاش میکنیم شب و روز، روز و شب، که بیشتر و بیشتر داشته باشیم، خودمونم نمیدونیم برای چی. من حتما باید این پایه دوربین رو عوض کنم، به نظر میرسه که این دوربینه برای این پایه سنگینه، اون بادی هم که میزنه از پنکه کمک میکنه اینو تکون میده. و اما خب کسی میدونه اون خانمی که ویدیوهای کوچه رو درست میکنه کی هست؟ من یه بار شنیدم که دختر آقای کیانوش توکلیه. کیانوش توکلی، من چند سال پیش با مصاحبه داشتم، کسیه که اون برنامه ایران گلوبال رو راه انداخته بود و خودش یکی از فعالان قدیمی هست. البته این دوستان فعال قدیمی گاهی وقتا باید یک بازنگری توی کاراشون انجام بدن. من حالا بعد براتون میگم توی این چند هفتهی که برنامه نداشتیم با یکی آشنا شدم که همین پیشنهاد رو به من گفتن که شما به اصطلاح بیا این کارو انجام بده. اون چیزه هست، میگه
صد بار بدی کردی دیدی ثمرش را، یا این بود ثمرش، یه چیزی اینجوری، صد بار بدی کردی دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. ایشون میگفت که یه نگاهی بکنید، حتی به خود من میگفت شما نگاه کن، از سال 1998 دو سال و 22 سال هم اینجا 24 سال داری این کار رو انجام میدی، چه قدمی پیش گذاشتی. یکایک دوستانی هم که باشون مصاحبه کردی، باشون دمخور بودی، باشون همراه بودی، باشون همگام بودی، ازشون سوال کن آیا شما از A تو Z یا از الف تا یه که میخواستی بری الان کجا هستی؟ از این حرکت راضی هستی یا به نظرت میاد که یواش بوده حرکتت، خودتو خسته کردی، درجا زدی بیشتر و اینها. من یکم به فکر رفتم و دیدم که ایشون درست میگه. ایشون گفت که من نه طرفدار جبهه ملی ام، نه میخوام جبهه ای رو تبلیغ کنم، ولی به نظر من بیان یه چیزی مثل اون درست کنید، همه تون بیان نظراتتون رو بگید، شاید توی این جبهه چند نفر بتونن با هم همسو بشن، هم نیرو بشن، هم توان بشن، از برنامه های هم استفاده کنن. یه برنامه ای که دارن به اون بگن. اون دیروز دیدم آقای فرزاد نیساری و دوستان باز نوشته بودن بیاین بریم دم خونه علی گدا، علی خامنه ای. آقا مثل این میمونه که یه نفر آمده باشه خونه من دزدی با زور و اسلحه چیزام برده باشه، من و بچه هم بلند شیم بریم در خونهش، حالا التماس کنیم آقا چیزای مال پس بده. این اگه آدم خوبی بود که اصلا نمیومد دزدی. خامنه ای اگه دیکتاتور نبود که این بلاها رو سر مردم نمی آورد. یادتونه آقای نیساری روزی که شما و دوستان با افتخار میگفتید ما رفتیم دم کنسولگری راشا، رفتیم دم کنسولگری فلان، من گفتم آقا این کارا فایده نداره، اینا خودشون مشوق این آخونده هستن، خودشون دارن استفاده میبرن. همین امروز نگاه کنید آخونده دارن درون میسازن، هواپیماهای بدون سرنشین میدن به روسیه. اون وقت شما میری به روسیه شکایت میکنی آقا این زده ما رو. دیروز باز دیدم آقای آبتین و دوستان دیگه ای آمده بودن نوشته بودن مشروطه ملی، مشروطه سلطنت طلبا. گفتم آقا این مشروطه رو اصلا ببرید بیرون ببینید آقای چمنارا، اون آقای نصر احمدی اینا صحبت کردن، این مشروطه چیزی ازش باقی نموند، شد مشروعه. تازه این مشروطه هم برای قرن 18 و قرن 19 هم خوب بوده، دیگه قرن 20 و قرن 21 هم کارایی نداشته. اگه کارایی داشت که به اینجا نمیرسیدیم که دو تا پادشاه که میان قسم میخورن که ما نگهداری میکنیم از قانون مشروطه، خودشون اولین کسایی هستن که قانون مشروطه رو زیر پا میذارن، به جای اینکه سلطنت کنن حکومت میکنن. هر کی هم میاد بهشون میگه آقا برو قشنگ مثل آدم سلطنت کن، بذار ما که درسش رو خوندیم حکومت کنیم. یه ویدیوی بسیار خوبی روی واتساپ هست، هر کی میخواد از طریق واتساپ تماس بگیره، همین شماره تلفن 226 بس که بالاخره واتساپ میتونید بدونی که توی کانتکتتون بذارید میتونه اون اضافه کنید. من نمیدونم از روز اول چرا این کار نکرده. این ویدیو خیلی قشنگه، حالا من نمیدونم برای شما این با این ویدیوه. بعد میگه که من وسط شب بیدار شدم فکر کردم که چرا شما اگر چای مسترا خراب میشه، لوله آب خراب میشه، ماشین خراب میشه، سیم برق خراب میشه، به هر کی زنگ میزنید اون گفته لایسنس داره، اجازه کار داره، آموزش دیده، بیمه داره. چجوریه که این سیاست مدارا هیچ کدومشون تو قسمت سیاست درس نخوندن و فقط اظهار سیاست مداری میکنن؟ و حقیقتا اینه که الان رسیده به جایی که هر کسی شارلاتانه اومده شده سیاست مدار. نمونه بزرگی شد دیدید دیگه، ترامپ الان یک سال خورده رفته ما هنوز درد سر داریم. اینقدر دادگاه های آمریکا رو پر از پرونده های دزدی و سوء استفاده و اینها کرده که اینها سالها طول میکشه تا
بهش رسیدگی کنن و هیچ وقت هم رسیدگی نمی کنن. اونم عمدن این کار میکنه. اتفاقا پریروز زن اولش هم مرد و گویا تنها بوده تو خونه و از این پله هایی که میچرخه میرن بالا و پایین، اینا انقدر هم خسیس هستن یه پرستاری نمیگیرن. زن 73 سالش بود و افتاده مثل که به قسمت اینجا تورسل که میگن، یعنی از این سینه با شکم و اینا میشه اون قسمت قفسه سینه و اینا ضربه دیده و بیچاره در تنهایی مرده. لازم به یادآوریه که وقتی ترامپ شد پرزیدنت یا رئیس جمهور، این آمده بود میگه من اینا اینجا میگن فرست لیدی یعنی اولین زن، این میگه که من اولین زن آمریکا باید حال باشم چون من زن اول این بودم، که اون ملانیا هم با اون انگلیسی گفت برو آقا دنبال کارت، اگه این تو رو دوست داشت که با تو میمون. در صورت هر کسی با واتساپ با شماره تلفن 202، اجازه بدید اینجا افکت 5 رو براتون بیارم، همین هست، 202-695-2573 واتساپ بفرستید، من براتون اونو میفرستم که انگلیسی صحبت میکنه مرده. خلاصه کلامش اینه که چرا ما برای این که میخوایم سیاست مدار باشه یک کسی رو نمیفرسن مدرسه درس سیاست، پالیتیکال ساینس، علوم سیاسی، یا حداقل در قسمت‌های اقتصادی و اینها رفته باشه درس خونده باشه. برگردیم به داستان‌های خودمون. تشکر میکنم از پتیک و اون ویدیو رو ضمن اینکه جای مختلف گذاشتم ضبطش میکنم از تلویزیون مردم نشون میدم و به دوستانی مثل آقای چمنارا و دیگران، آقای لادن و اینها هم میگم که میتونید برنامه هاتون رو در تلویزیون مردم به اصطلاح داشته باشید، هفتگی، ماهیانه، هر ویدیویی، هر وقت دلتون خواست. به یکی از دوستان گفتم حالا هر وقت یه ویدیویی داشتی خوب بود و اینها بفرست تا من بذارم اینجا. گفت آقا شما شوخید گرفته، ویدیوی خوب یعنی چی؟ حالا منظور، من فکر میکردم منظور این بود که همه ویدیوهاش خوبه. گفت نه دیگه، من همش یه مش چرت و پرت گفتم و فلان، اصلا شاخ درآوردم. خب مثلا من 4 تا برنامه که اجرا میکنم، یکیش میبینم یه برنامه‌ایه که صحبتی که شده چیز روز بوده، بحث روز بوده، مردم دوست داشتن اینا. اگه یکی بگه آقا یه برنامه بفرست، اونو میفرستم. قرار نیست شما همه برنامهات رو بفرستی برای همه دوستان، همه دوستان برنامه های شما رو به اصطلاح پخش کنن، منتشر کنن. در صورت کارمون خیلی خرابه. درسته که من این بار قرار شده بیام از خوبی ها صحبت کنم، انرژی های مثبت صحبت کنم، ولی این کارمون خیلی خرابه رو گاهی وقتی اگه بگم یادآوری کنم، شاید من و شما به فکر بیافتیم که بیشتر بریم دنبال کارهایی که مثبته و درسته و اونا رو انجام بدیم. خب اینم از این ماجرا. و اما آقای پارسا نجفی، من عکس مثل که گرفتم اینجا، بذارید ببینم نشون بدم، نوشتم عکس پارسا نجفی، ولی آهان بله توی لینکدین. آهان، این میدونید که اصل لینکدین حقیقتاً برای اینایی بود که برای کاریابی و آشنا شدن یا وضع ارتباط شرکت‌ها به افراد و ارتباط افراد به افراد و اینا، حالا هی بحث‌های سیاسی میاد توش و اینا بگذاریم. ایشون نوشته سلام دوستان، من به دنبال کارآموزی در زمینه پایتون جنگو در شهر تهران هستم. ممنون میشم با لایک و کامنتتون از من حمایت کنید. من از این دوستمون سوال دارم، من اگه بیام این نوشته شما رو لایک کنم چی میشه؟ یعنی اینا بیشتر نشون میدن؟ بعدم شما میگی من میخوام کارآموزی کنم، یعنی مثل اینجا بهش میگن اینایی که قبل از دانشگاه از مدرسه میان بیرون، میرن یه جای مجانی کار میکنن تا بعد وقتی میرن اون جزء سابقه کارشون حساب شده باشه. و الان یه بحثی هم هست تو آمریکا که به اینا باید حقوق بدن. در صورت دوستان، بعد اینجا هم با هشتگ نوشتن کارجو، استخدام، جنگو، کاریابی، کارآموزی، کارآموز، پایتون.
حالا این پایتون پروگرامش اینا رو من نمیدونم، اگر شما احتیاج دارید به کسی که براتون کارآموزی کنه، اونم در شهر تهران، آقایی به نام پارسا نجفی اویلیبله. و اگر دوستانی هستن که این توضیحات رو میتونن بدن، مثلا یکی دیگه امروز نوشته بود که دوستان من مدتی میخوام حسابم رو ببندم ولی شما منشن بذارید. من نوشتم عجب ملتی هستیم، ما میگیم حسابمون بسته شده یا میخوام حسابم ببندم ولی شما بنویسید همینجوری. یعنی دیگران رو سر کار میذاریم ولی خودمون میریم دنبال کار و زندگی خودمون. این برنامه چون بعد از چند هفته اولین برنامه من هست، ممکنه هم خود من خسته باشم و بهتون گفتم وقتی که من این 4 تا مانیتور ما اینجا داریم، این مانیتور رو گذاشتم پایین و فقط با یه مانیتور کار میکردم، وقتی دوباره آوردم بالا وصل کردم جابجا کردم روشن نمیشد، حتی یادم رفته بود چجوری ویرچوال کامرای OBS رو استفاده کنم، مجبور شدم برم یوتیوب نگاه کنم، اینا خیلی برام مشکل بود. از طرفی چون توی 10 روز گذشته درگیر بودیم با مراسم دفن و این ماجرای یاد بود و نمیدونم مجلس ختم و حتی دیروز بعد از ظهر مادر یکی از دوستامون که فوت شده بود رفتیم اونجا و اینها، اینه که یکم آدم یه حالت افسردگی بهش دست میده. البته میگن آدم وقتی میره قبرستون و اینجاها باید فکر کنه که آخرش اینه، با این همه سرعت میخوای به کجا بری، هرچی سریعتر بری زودتر به اینجا میرسی. و من برنامه‌م این بود که از 2 برنامه رو شروع کنم تا 3 با شما باشم، ولی حالا اگه یه وقت زودتر تموم شد دیگه تا برنامه‌های آینده، ولی از امروز برنامه‌ها هست، با افراد گوناگونی مصاحبه می‌کنیم، بعضی وقتا مصاحبه‌ها رو ضبط می‌کنیم بعداً پخش می‌کنیم، بعضی وقتا به صورت لایو هست. دلیلش این که یه زمانی برنامه‌های لایو و زنده خیلی طرفدار داشت، این بود تلفن‌ها رو می‌گرفتیم بحث و گفتگو، بعداً همه به این نتیجه رسیدن که این تلفن‌ها بحث و گفتگو اینها رو از اون مسیری که طرف انتخاب کرده بوده که بیاد راجع بهش صحبت کنه دور می‌کنه و یه چیز بی‌فایده‌ای شده. حتی یه چیزی شده بود که بعضی ها سوء استفاده میکردن، الکی زنگ میزدن به برنامه های ادای دیگران رو در میبردن، اسم دیگران رو میگفتن. یه نواری پخش شده بود، این هنرپیشه که تو فیلم پایتخت بود از طرف اون گویا به همه آخونده فوش میده و اینها، بعدن اصلا معلوم شد این قلابی بوده، یه کسی که بلد ادای تقلید صدای دیگران رو در بیاره. حتما دیده بودید تقلید صدای هاشمی رفسنجانی رو خیلی انجام میدادن. خلاصه بعضیا هستن که این کارو بلدن ولی این ناجوانمردیه، این دور از انسانیته که یه کسی بیاد تقلید که میکنه یه کسی دیگر رو خراب کنه. یه نفر نوشته بود از شوهر عمت بدت میاد، برو یه صفحه فیسبوک به نامش درست کن، یه چند تا چی برخلاف آخوندا بنویس، میان میگیرن میبرنش. ببینید ما به کجا داریم میریم. باز من ممنونم، تشکر میکنم از اون دوستی که من 2 جلسه 3 جلسه با ایشون صحبت کردم و اتفاقا قرار است فردا هم با ایشون صحبت کنم. بعضیا از همنشینیشون لذت میبری چون یاد میگیری. اون بود که میگفت به اصطلاح مهر و محبت معلم طفل گریزپا رو به مدرسه میاره. باور کنید توی سن و سالی هم که باشیم که خسته باشیم از یاد گرفتن، باز اگه طرف حرفی که میزنه حرف درست باشه میشینیم گوش میدیم یاد میگیریم، مثل ویدیویی که امروز پتیک برای من فرستاد. پتیک جان خیلی ممنون. و اینجا هم حتی نوشتم چگونه آمریکا ولادیمیر پوتین را به وجود آورد، و منظور این نیست که اینو تو آزمایشگاه درست کردن، این وجود داشته ولی میاد. اینا بهش میگن تایملاین. شما وقتی مثلا میگی زمان قاجار، بعد زمان رضا شاه، بعد محمد، این تایملاین حکومت‌های ایران، بعد جمهوری اسلامی، اینا میان میگن از زمانی که گورباچوف اومد، بعد یلسین اومد، بعد این ولادیمیر پوتین اومده و اینها، چه کار اونا کردن، چه کار آمریکا کرده، چه کار اروپا کرده. دوستان از به اصطلاح بد ذاتی آمریکا همین براتون بگم که آمریکا کاری کرده که الان اروپا قیمت یورو آمد پایین. برای چی؟
برای که اونجا یه بی‌ثباتی را انداخت. ضمناً در رابطه با این سیلایی که همه جای دنیا میاد ولی تا میاد ما فوش به آخونده بدیم، گروه پدر آخونده اصلا از صبح شب بهشون فوش بدیم، فیلم من بفرستیم من براتون پخش میکنم. ولی آلمان یک فیلمی من دیدم، دوچه وله، ما هنوز عاشقش هستیم، فیلماشو نگاه میکنیم. این نشون میداد که از سال 2017 تا 2021 چهار سال مثل قحطی نه چی میگن قحطی نه خشکسالی بوده، بعد 2021 یه بارون و سیلی میاد، یه 5 سانتیمتر 5 سانتیمتر دوستان تگرگ، بعد رودخونه ها رو آب برده بود، ریل راهن رو آب برده بود اینها، و اینا دوباره ساختن و الان میگی یه جور دیگه ساختیم، الان اومدیم. من مثلا هیچ وقت فکر نکردم، شما همیشه فکر میکنید اگه زمین خشک باشه این فوری آب تا بریزی آب میگیره، نه اتفاقا برعکسه، زمین وقتی خشک میشه میشه مثل کانکریت، آب بارون بعدی که میاد نمیخوایم بگیم اصلا هیچیشو نمیگیره ولی به نسبت معمولی کم میگیره، زمینی که مرطوبه اون آب بیشتر میگیره. تو این فیلم دوچه وله نگاه کنید، اگرم نتونستید پیداش کنید باز یا با من با ایمیل و فیسبوک راحت ترم. ایمیلمون info@mardomtv.com، فیسبوکمونم مردم تیوی، فیسبوکمونم پارسا سوربی، تماس بگیرید بگید اون ویدیوی دوچه وله دی دبلیو راجع به مثلا بارون و اینا بگید بیاد. و این الان یه موزل بزرگی شده تو دنیا، میگه توی دنیا گرما، ما فکر میکردیم سال 2050 به این گرمایی میشه که تو آلمان 40 درجه باشه. 40 درجه یعنی 104 درجه فارنهایت، اینجا 97 و اینا که میشه ما کباب میشیم. البته من 112ش هم دیدم، 40 درجه، البته 50 درجه اهواز هم من دیدم، همین یک سال قبل از انقلاب تو ایران توی اهواز 50 درجه شده بود که یه چند تا خانم حامله، بچه های جوان اینا تلف شدن از گرما. در هر صورت توی اروپا میگه که الان گرما بیداد میکنه، اروپایی که اینا اصلا ایرکاندیشن یا کولر ندارن، در باز میکردن هوا باد الان داغونه. و اگه در این موارد هم در مورد محیط زیست و اینا هم میخواین صحبت کنید میتونید با هم باشید. پس چگونه آمریکا ولادیمیر پوتین را به وجود آورد، من الان لینک اینو میذارم زیر همین فیسبوکی که داریم صحبت میکنیم و شما میتونید به اصطلاح استفاده کنید. اگر هم نظری دارید هم از طریق فیسبوک هم از طریق چیز با ما تماس بگیرید. ضمناً اگر میخواین برنامه های آینده که ما گاه و بیگاه میایم، ممکنه سر وقت نباشه و اینها، شما وقتی میایین نگاه میکنید یکی از برنامه های ما رو، اونجا اون قسمت فالو رو بذارید. من اینجا رو نوشتم با مردم تیوی هم شیر کن، ولی این فیسبوک شیر نکرده، الان رو مردم روی فیسبوک مردم تیوی من اینو نمیبینم. یه بار دیگه میزنم، مینستم شیر ناو مردم تیوی لایو، شیر تو فید، سندین مسیج، شیر آن پروفایل. نمیدونم چرا این پیج رو گاهی میاره گاهی میبره و اینم از دستات الان نیستش. و اینجا رو چیه صفحه خودم دوتا هست ولی اونجا اصلا نیست. اینا رو سعی میکنیم رفع و رجوع کنیم و بعد با شما باشیم. دوستان، فناوری کریسپر کینین یا کینین، اینو که یه موشها رو منور کردن، نورانی کردن، میگه که شما میتونید این کیت رو با $30 بخرید و اینجور نباشه که فردا مثلا فقط پولدارا بچه هاشون قد بلند باشن، بچه هاشون باهوش باشن، اون دیگه چه زندگی میشه. در این مورد یه مقداری مطالعه بیشتر میکنم، وقتی بیشتر یاد گرفتم میام بیشتر صحبت میکنم. خیلی خوبه که وقتی ما میخوایم درباره یه چیزی صحبت کنیم یه کمی وقت بذاریم. آها، اینجا من اسمش رو نوشتم،
گفتم به انگلیسی ننوشتم، به انگلیسی هم نوشتم کریسپر کیت. بزنید بزنیم ببینیم این کریسپر کیت چیه. وقتی با فارسی می‌نویسی چه چیزایی میشه. کریسپر کیت میگه این، بله، جنومیل ادیتینگ آر ان ای اوردرینگ، چیزی به نام کریسپر کیت نمیبینم. دو ایت یور سلف کریسپر. حالا این کریسپر نمیدونم از اون کلمه کریسپ میاد. میگه کاستومایز یور وکتور، بیلد یور اون کریسپر سولوشن. خیلی اصلا وحشتناک. آدم وقتی میخونه اینا رو، میدونید که مثلا الان روی پشت یه موش مثلا گوش درست میکنن برای یکی، دماغ درست میکنن برای یکی. و جالب اینه آخوندا با این همه عقب ماندگی و فناتیک بودن، سالهاست که اجازه این کارهای استمسل و جنو به اصطلاح جنتیک و اینا انجام دادن اینا رو قبول کردن. و به همین خاطر که شما مثلا میبینی فلان هنرپیشه زن در سن 56 سالگی توی ایران الان مرد شده و میگه من 56 سال توی بدن یک زن اسیر بودم، حالا آزاد شدم. یه جوک براتون بگم که جوک نیست، حقیقته. میگه که طرف رفت تهران، گویا تهران یه سری یه مدتی میخواستن راننده های زن تاکسی زن ها سوار بشن، راننده مرد. این یه از این ماجرای دیوونه ای که آخونده را میندازن. میگه طرف آمد و یه زنی بود، ولی آقای تاکسی نوبتش بود، راننده تاکسی گفت بفرمایی. گفت من دنبال راننده زن میگردم. گفت خانم دیگه سن از 50 که رفت بالا زن و مرد نداره هممون. حالا اینم خانم هنرپیشه در سن 56 سالگی رفته مرد شده. شاهین به اصطلاح فیلمش رو گذاشته بود، شاهین هم توی وکیشن رفته هلند یا فنلاند یه جای دیگه، وقتی بیاد سعی میکنیم از ویدیوهای اونم استفاده کنیم. یه مدتی من حس کردم شاهین میگه خب اگه دیگران ویدیوها رو که میذارن اسم قلابی میندیسن، تایتل قلابی میندیسن، بیننده هاشون زیاد میشن، من چرا این کار نکنم. و فکر کردم داره این کار انجام میده، یه جورای خوب نبود. مثلا الان اگه برنامه من آتیلا بعدن گوش کنه، آتیلا متوجه شدم تازگی ها همین سه سالی دوست داریم اینا، یا میگه تو برنامه ها، به نظر من اون اوریجینال بودن شما رو داره از بین میبره. شما وقتی خودت حرف میزنی، وقتی خودت مینویسی، خیلی قشنگ تره تا حتی میره توی ماشینای نمیدونم اکویپمنت کشاورزی، این چیزایی که هیدرولیکه نمیدونم کوماتسو فلان اینا برنامه. شما اون خالص بودن و صادق بودن رو توش حس میکنی. این چیزای اینجوری برنامه‌تون رو لوس میکنه. حالا این لوس و اون لوس خودمون رو بیمزه همشو میتونی توی ردیف بیاری. در صورت امیدوارم دوستان از ما نرنجن، و اونها هم اگر دیدید این دوست ما آمد گفت بله شما یه مقداری هم به من نق زدی که آقا یعنی چی خب بدون اسم و اینا برای من مینویسی، و قبول کنید دیگه. مثلا شمایی که تو آلمان هستید از چه چیزی خوف و واهمه دارید، وقتی که تو ایران زنا با این شجاعت دارن این کارا رو انجام میدن. من هنوزم فکر میکنم که اگر یک بانوی، یک زنی، نه این معصومه پولکی علی نژاد، بلند شه و اعلام کنه که حخا و فولادوند و نمیدونم اینو اونو بریزه تو سطل آشغال، من حاضرم یه کاری انجام بدم، من فکر میکنم مردم اونو بیشتر قبول دارن تا افرادی که سالهای سال این کار رو انجام دادن و متاسفانه نتیجه این کارهاشون این بوده که از هم جدا شدن. اگه 10 تا رفیق بودن یه زمانی وقتی 30 سالشون بوده 30 نفر 50 نفر میتونستن جمع بشن، 40 سالشون که شده 20 نفر هم نشدن، 50 سالشون که شده دیگه 10 نفر هم نتونستن جمع کنن، 60 سالشون که شده الان 3 نفر هم همه به هم میگن اون فلانه اون فلانه، و
ما هم میگیم این کارو بریزید دور، اون جبهه‌ای رو که میگیم اصلا حتی نمیدونم چه اسمی براش بذاریم، یه جبهه‌ای که هر نمیدونم اصلا یه محیط آزادی باشه، هر کسی بیاد نظرات خودشو بگه، عقیده های خودشو بگه، یه مروری داشته باشیم به خبرها و برگردیم و به اصطلاح برنامه رو ببندیم. میگه که اخبار ایران و جهان، اعتراضات به خشک شدن دریاچه ارومیه، تبریز پادگان نظامی شد. حالا ببینیم چه حرکتی انجام میشه. میدونید که چندین سال هست که این دریاچه ارومیه ماجرای خشک شدن و کم آب شدنش و اینها بوده و ببینیم چه خواهد شد. انتقاد شدید پزشکیان از تأثیر تظاهر به تحریش گذاشتن. بعد اینور نشته یک گروه هکری هویت اعضای سپاه سایبری را افشا کرد. این انتقاد شدید، دوباره براتون میخونم، انتقاد شدید پزشکیان از تأثیر تظاهر، بعد توی گیومه نوشته تحریش گذاشتن، یقه بستن و موی سر بیرون نبودن، سانسور خودخواسته یا حاشیه سازی آمدانه، رامبد جوان، اسم فامیلش ها نه که خودش جوانه، متهم جدید نفوذ، آتش سوزی عظیم در اروپا. دنباله این همون تغییرات هوا اینه، از طرفی سال 2021 سیل میاد داغون میکنه، از طرفی الان آتش سوزی اونجا داره بیداد میکنه. اینا نه اینه که یه احمقی مثل ترامپ آمد میگه شما گفتید گلوبال وارمینگ، گفتن آقا اشتباه کردیم، کلایمت چینجینگ یعنی تغییرات دمای هوا. اینه که شما یه دفعه، ما دو هفته پیش اینجا چنان سرد شده بود مثل اول پاییز، اینه از یعنی ریخته به هم دنیا. به دلیل چی؟ به دلیل خودمون میایم خونه میسازیم، هممون کاشی میکنیم، هممون جلوشو میخوایم 6 تا ماشین پارک کنه، حوصله چمن زدن نداریم. اتفاقا تو همین فیلم آلمانی میگفت الان یه دلیل بزرگ این مکافات کاشتن ذرته، میگفت این ذرت فارمینگ مزرعه داری آب رو نگه نمیداره، مثل درخت نیست، درخت و سبزی و اینها هم فضا رو خنک میکنه هم آب رو نگه میداره، ولی این کرن یا ذرت آبا رو مصرف میکنه، باقیشو میده میره، ذرت‌ها رو میفروشن، من و شما بنزین میزنیم هی دور دور میکنیم. اینم برنامه امروز ما. یه دوتا اخبار دیگه براتون بخونم. آتش سوزی عظیم در اروپا، هزاران نفر خانه هایشان را تخلیه کردن. اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران آمد. به نظر من باید یه قانونی بذارن اگه میگن تیم ملی هیچ کس خارجی نباشه، طرف ایرانی باشه. تیمای دیگه هم همینجورا، آلمان هم نیاد از آفریقا و از ایران و این برانور اینا رو بخره، این چه مسخره ایه؟ اگه اینجوریه دیگه اسمشو یه تیمی بذارید، تیم ملی نیست دیگه، این چه نشنال، چه نشنالیتی، چه نیشنی. کمال خرازی گفته بر کسی پوشیده نیست که توانایی ساخت بمب اتمی را داریم. آقا خود خامنه ای میگه ما نمیخوایم، مخالف اسلامه، اقلا حرفتون رو با خودتون یکی کنی. لاکچری ترین تفریگاه تهرانی های دوره قاجار کجا بود؟ حالا این کلمه لوکس را افتاده بود توی ایران تو زمان ما، و اگه یادتونم باشه اتوبوس ها را حتی میگفتن این لوکسه، این دلوکسه، البته ما میگفتیم دلوکس، حالا اینا دلاکس بوده، اون یکی مثلا نمیدونم سوپر لوکسه یه هم چیزی. حالا لاکچری مثل که خیلی رایجه تو ایران. لاکچری ترین تفریگاه تهرانی های دوره قاجار کجا بود؟ حاضر جوابی بن سلمان مقابل بایدن. اینو من براتون میخونم تا ببینید این بن سلمانی که خبرنگاره رو تکه تکه کرد، آقا خانم اینا که میدونستن این داره میاد توی سفارت، اینا که میدونستن 5-6 نفرم فرستادن با هواپیما و با اره استخونبر و دکتر نمیدونم کالبد شکاف و اینا، پس من و شما باید از خودمون سوال کنیم
خب چرا این نبردن توی کافه یه چای مسموم بهش بدن؟ از خودت سوال کردی؟ جوابش اینه، عمدن این کار کردن که دیگه کسی جرأت نکنه برخلاف عربستان سعودی چیزی بنویسه. یعنی دیگه نسل قاشقچی ها رو برداشتن، اینه که تیکی تیکش میکنن میندازنش تو چاه اسید، اینه که حکومت های دیکتاتوری طرف رو میاره تو خیابون اعدام میکنه، اینه که هنوز تو هنوز تو عربستان گردن رو میارن توی میادین با شمشیر میزنن. این برای اینکه رعب و ترس ایجاد کنه توی شما، توی دیگران، که جرأت نفس کشیدن نداشته باشید. بعدم میاد دیدید اینا عین زنای ایران یه عباشو میزنه این زیر دستش، یعنی این مردی که بن سلمان همیشه از یه دست معلوله. خیلی جالبه ها، خامنه ای یه دست داره، بن سلمان یه دستشو میده به عبا یه دست داره، بعدم با آقای بن یادن فیس بامپ اینجوری مشتی سلام علیک کردن، اینم خیلی مسخره بود. بایدن به یه سری دست میده، به یه سری اینجوری میکنه، بعدم مردی که وقتی میخواد اینجا انتخاب بشه این کلمه پرایا یعنی خیلی اینا بدن فلانن استفاده میکنه، حالا که میره اونجا برای نفت ببینید چجوری مثل موش مرده اینجوری سرشو میندازه پایین را میره. و ببینید جواب چی گفته. یک مسئول عربستانی با افشای جزئیاتی از دیدار جمعه شب رئیس جمهور آمریکا با ولیعهد سعودی اعلام کرد. این ولیعهد اونا مثل ولیعهد ما، حالا ما ولیعهدمون که دیگه پیر شد، طرف گفت آقا این باباشو پدر بزرگ 60-61 که بوده مردن از دنیا رفتن، این 64 سالش تازه هنوز ولیعهد 16 است. حالا امیدواریم یه ریال قرار شده به حرف بد نزنیم، امیدواریم یه حرکتی انجام بده. آقای 16 ما چیزی نمیگیم، ببینیم شما میتونی واقعا یه حرکتی انجام بدی. خب که وقتی بایدن در ابتدای این دیدار به پرونده ترور جمال خاشقچی اشاره کرد، بن سلمان در پاسخ به او عملکرد آمریکا در زندان ابو غریب را یادآور شد. این مسئول عربستانی در گفتگو با پایگاه خبری العربیه درباره این جلسه گفت وقتی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا راجع به مسئله ارزش‌های مشترک پرداخت، بن سلمان در پاسخ به او گفت تمامی کشورهای جهان به خصوص آمریکا و عربستان ارزش‌های متعددی دارند که درباره آنها اتفاق نظر داشته و نیز ارزش‌های هم دارند که با دیگر کشورها متفاوت است، اما این ارزش‌ها و اصول درست و خوب همواره بر ملت‌های دیگر کشورها تأثیر می‌گذارند و ما به شکل بی سابقه شاهد پیوندی میان ملت‌های جهان هستیم. این همونه، این بهش میگه که ببینید شما میخواستید ارزش‌های خودتون رو بیارید عراق، چه کردید؟ ارزش‌های خودتون رو بیارید افغانستان، چه کردید؟ پس ول کنید ما رو به حال خودمون رها بکنید، ولی با هم معامله داشته باشیم. اینم از این. شما نظرتون درباره این سفری که بایدن به اسرائیل، اول همشون باید برن اونجا این مثل نصف کورست رو بذارن رو کلهشون، بعدن راه بیفتن این بر اون بر. حالا نمیدونم، حتما آقای بایدن این دیوار ندبه یا دیوار گریه و زاری هم رفته، نسخه هم برای خدا نوشته، نسخه که نقچی میگن خواهش و نیازم کرده تو سوراخ دیوار. ببینید قرن 21 همشون این کارو میکنن. ترامپ رفت، جورج بوش رفت، بایدن، اوباما رفت، اون یکی کلینتون رفت. باورتون میشه؟ جایی که مشکل خودشو هنو نتونسته حل کنه، یه سری اسلام گفت این قبله ماست، بعد گفتن نه از این وری قبلمونه، بعد گفتن نه ما اشتباه کردیم این مال ماست، دوباره رفتن دعوا و فلان، و از اون ورم کلیمی ها هی میرن کلشون اینجوری میکنن. من نمیدونم این دنیا ما کی میخواییم آدم بشیم. اگر شاید میمون ها یه روزی آدم بشن ما از اونا یاد بگیریم. خب اینم از این ماجرا. خلاصه سفر بایدن به بن لادن، به عربستان و صحبت هایی که با بن سلمان انجام شد، شما نظرتون چیه؟ اینم از این. دومین فرزند پدر 76 ساله ایلون ماسک از دخترخوانده 35 ساله، پدر 76 ساله ایلون ماسک از دختر خانه 35 ساله اش
الان ماسک میدونید جدیدن یه دوقلو گیرش اومده بود و گفته بود که من دارم کمک میکنم که جمعیت دنیا بالا بره. در رابطه با صحبتی که این کرده بود، اونایی که مسئول جمعیت دنیا هستن گفته بود شما نگران نباشید، جمعیت دنیا کم نیست که شما بخوای بچه درست کنی. الان ماسک کسیه که با این همه پول و ثروت بچه خودش که ظاهراً اونم از همینایی که جنسیتش رو میخواد عوض کنه یا عوض کرده و اینها، گفت من نمیخوام اصلا با این پدر کاری داشته باشم، نمیخوام حتی فامیل اینی داشته باشم، و ازش کلن برید و جدا شد. و اما خوردنی هایی که کلیه شما را شوشو میدن، از اینم تا دلتون بخواد توی اینترنت و اینها هست، میگه اینو بخور اونو بخور. اون روز نوشته بود فلان چی بخورین میکس کنین با فلان چی، بعد طرف زیرش نوشته بود که آقا شما میکس کن بخور گور پدر مردم که حالا اسهال میگیرن. یا در گذشت اسماعیل شنگله، درسته، بازیگر 86 ساله بر اثر ابتلا به کرونا، هتل کارلایل شهر نیویورک 90 سال است که مورد علاقه افراد مشهور بوده. عکس این آقای کلونی رم زده اونجا. کلونی اصلش مثل که سوریه‌ای است، نه؟ به همین خاطرم فکر کنم با اون خانمه که اصلیتش عرب هست استفاده کرد. یک تازی سفیر روسیه در تهران، دولت و وزارت خارجه کجایند؟ و این چند روزی که گذشت از اون بر شایع شده بود که پوتین میخواد بیاد ایران، از این برم که بایدن با وجود که خسته بود از مسافرت به اروپا را افتاد رفت و اسرائیل و چیز. حالا ببینیم نتایج سفرش چی میشه. اولین نتیجهش این بود که عربستان آسمانش رو یا فضای هوایی، چی میگن، جاده های هوایی رو به روی هواپیماهای اسرائیل باز کرد. حالا خود این بعدش چه نتایجی به بار میاره باید صبر کرد و شاهد بود و دید. اینم از این. اون یک گروه هم براتون خوندیم، کلاه ضد پورنو برای سانسور محتوای سکسی در اینترنت. نخست وزیر ایتالیا و پاپ به وزیر خارجه جمهوری اسلامی وقت ملاقات ندادن. من نمیدونم از اون ور تو ایران این جنتی گویا 96 سالشه هنوزم باز انتخابش کردن، آقای فلانی هم مهر زده برش، آقای خامنه ای. از اون ور این پاپ به این سن، من نمیدونم که این پیرپاتالا میخوان برن استراحت کنن و جوونها بیان به اصطلاح دنیا رو یا مسئولیت دنیا رو در دست بگیرن و امید داشته باشیم که دنیای بهتری باشه. و اما این هم ببندیم. و شما هم اگر از هر مرامی، از هر حزبی باشید، میتونید برنامه خودتون رو داشته باشید در تلویزیون مردم، به شرطی که به هیچ کس دیگه گیر ندید، بدگویی نکنید، بیان تبلیغ خود. یادتونه تو ایران، اینا رو ما از خارجی ها یاد گرفتیم، ما تو ایران شما تبلیغ روغن قو هیچ وقت نمیدیدی بدی روغن شاپسندو بگه یا نرگس شیراز بدی اون دوتا رو بگه، همه از خوبی های خودشون میگفتن. ما اومدیم خارج، آلمان هم فکر کنم اینجوریه، ما اومدیم آمریکا که رسیدیم دیدیم ای وای این داره بدی اونو میگه، اون بدی اونو میگه. و این البته جالبتره ها، این جذابتره، این افراد رو بیشتر به خودش جذب میکنه. خب اجازه بدین این برنامه اولی رو با همین یه ساعت با شما بودن به اصطلاح به پایان ببریم و انتظار داشته باشیم که به زودی برنامه های دیگه ای رو داشته باشیم با دوستانی که بیشتر از ما میدونن، بهتر از ما میتونن درک کنن و مسائل رو برای من و شما باز کنن. امیدواریم که یک جبهه‌ای بتونیم درست کنیم که بسیار. وقتی میگن کلن جبهه، اینه که فراحزبی باشه. یکی از دلایلی که من جزو هیچ حزب و اینا نمیشم اینه که میدونم شما وقتی برید توی حزب باید به اونها تعهد بدی که آقا من شما اگه اشتباه هم بکنی خفه میشم، ساکت میشم، هیچی نمیگم. میخوایم اینجوری نباشه، میخوایم مستقل باشیم، ولی بیایم راجع به اون چیزی که خودمون فکر میکنیم خوبه صحبت کنیم، بذاریم مردم
فکر کنن در موردش، تصمیم بگیرن که پتیک درست میگه یا سوربی درست میگه. و اگه پتیک و سوربی دوتاشون درست میگه، اونم بگه خب من میام پهلوی اینا دیگه، میشیم سه نفر. سه نفر شدیم میشیم چهار نفر، میشیم 40 نفر، 400 نفر، 4000 نفر و الی آخر. مرسی، ممنونم که با ما بودید. اجازه بدید که همینجا از شما خداحافظی کنم و با امید فردای بهتر و آیندهی روشنتر برنامه رو به پایان ببریم. این آقای مهران صدری میگفت که به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. یادتونه وقتی میرسیدیم به آخر دفترها تو ایران ریز ریز مینوشتیم که دفترمون تموم نشه، حالا بخوایم بریم دوباره یه تومن از پدر و مادرمون بگیریم بدیم دفتر. عجب روزگاری داشتیم. حالا اینجا اول سال که میشه میگه 10 تا دفتر 1 دلار، 10 تا دفتر 1 دلار. مرسی، به امید دیدار.